سلام خدمت ملت عزیز ایران. من امسال میخواستم که سال رو تبریک بگم خدمتتون، انشاءالله سال خوبی باشه. 1402 برای همه جهانیان و برای همه ملت ایران به خصوص، برای همه هموطنان عزیزم. من براتون آرزو دارم که با دل خوش، فکر باز و اراده و پشت کار بتونیم به اهدافمون برسیم. و مشکل اینه که الان فکر میکنه که حقیقت یه حقیقتی قطعا وجود داره توی این دنیا. تو بحث پیچیده‌ایه که این حقیقتی که وجود داره سال هاست که داشت راجبش درگیری هست، قرن هاست مردم نتونستن به شادی اصلی برسن و شاید به شادی رسیدن ابزار یا قانون یا رسم این دنیا اصلا نباشه. شاید هرگز نمیشه همه در صلح و آرامش زندگی کنن. ولی وظیفه ما نسبت به خودمون حداقل اینه که فکر کنیم که چیزی که درسته برای همه باید درست باشه. این الان بحث فلسفیش خیلی پیچیده است که الان بشینیم صحبت کنیم این که حقیقت چیه، چون خیلی آمده میگن اصلا حقیقت چی هست، حقیقت چی میگن حقیقت. روی کردن مختلفی بشر در قبال این حقیقت معهود در این دنیا داره. بعضی ها به دنبال این حقیقت رفتن و بعضی ها فکر کردن که شاید اصلا این حقیقت وجود نداره. ولی واقعیت اینه که آدم نگاه میکنه میبینه که این داستان امروز و دیروز نیست، که واقعا رو کره زمین همیشه با این مسئله درگیری. بحثش هم پیچیده است، ولی به نظر میاد اگر که بخوایم یه پیشنهاد بدیم برای اینکه نزدیک به واقعیت تر باشه، به واقعیت ما اقرب به حقیقت باشه، اینه که همیشه با خودمون فکر میکنیم، من همیشه با خودم فکر میکنم اون چیزی که برای همه خوبه اون خوبتره. یعنی همیشه با خودم فکر میکنم که اگر این موضوعی رو من دوست دارم باید این موضوع برای همه خوب باشه، اگر برای کسی بد باشه قطعا اون حقیقت واقعی نیست و نباید دنبالش رفت. به نظر میرسه اینجوری آرامش آدم بیشتره، میتونه فکر کنه که ببینید ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از تصوره، پر از خیاله و این تصور و خیال زایده ذهن ماست، زایده مغز ماست. مغز ما یه مغزیه که توهمزاه، خیالزاه. بخاطر همینه که ما هیچ وقت نمیتونیم به واقعیت در نگاه اول دسترسی داشته باشیم. اگر به واقعیت هم دسترسی پیدا کنیم خب دنیا متموم میشه دیگه، معنی نداره. از طراحی ما به این شکل بوده که ما لای این مسئله همیشه مداقه کنیم، تدبر کنیم و اصلا گیج بمونیم. به نظر میرسه ما اینجوری طراحی شدیم که حقیقت نتونیم پیدا کنیم در نگاه اول. و به نظر من حالا این بحث خود منه که میگم که هرگز هیچ وقت اونجوری نیست که ما فکر میکنیم. این یه پارادوکسی که من شاید تو 18 سالگی بهش رسیدم و میگم که هیچ وقت اونجوری نیست که ما فکر میکنیم. حاضرم سرش بحث کنم، ولی بحث خیلی پارادوکس جالبیه. ولی یه چیزی بالاخره اتفاق میفته دیگه. اون چیزی که اتفاق میفته اونی نیست که ما فکر میکردیم یا فکر میکنیم. این بالاخره اتفاق میفته، که اتفاق میفته میشه حقیقت، میشه تاریخ. و تا وقتی که اتفاق نیفته هیچ کس نمیتونه بگه چیه. و بازم که اتفاق میفته نمیشه بگیم انتخاب درستی بوده یا باید اون چیز خوبی بوده باید اتفاق میفته. به خاطر این فقط میشه تاریخ. و این تاریخ با حقیقت واقعی چقدر فاصله داره؟ یا این حقیقت تاریخ و اون شکلی خودشو به ما نشون میده؟ آیا میتونیم جوری فکر کنیم که همش اتفاقای خوب بیفته؟ تا یه جایی ممکنه، تا یه جایی شما ممکنه که با فکر کردنتون اتفاقای خوب رقم بذارید برای خودتون و ملتتون و همه. ولی بازم بحث داره، اونجوری نیست که همه چی همیشه خوب باشه. به هر حال اونجوری نیست که ما هیچ وقت فکر میکنیم. این پارادوکس مخصوص خود منه. امسال ما خواستم با همه شیر کنم که یاله میشه این کسی علاقانا میره بنویسیم راجبش صحبت کنیم. توی هر چیز گنگی، هر چیز مقشوشی یک واقعیتی وجود داره که به درد همه میخوره.
همیشه گنج همیشه تو خرابه است، هیچ وقت جای خوب نیست. بخاطر همین تو خرابه ها، تو اختشاش ها، توی فکرهای غلط، توی اشتباهات، همیشه آدم باید بگرده و یه راه حل خوب پیدا کنه و یه فکر خوب پیدا کنه. به هر حال من فکر میکنم که اون چیزی که به حقیقت نزدیکتره اونیه که برای همه خوب باشه. یعنی شما همیشه با خودتون فکر کنید که حالا که این اتفاق مثلا من میخوام اینجا بیفته یا میخوام برای خودم بیفته یا مثلا میخوام باشه، ببینید برای همه چطوره. اون برای همه چطوره، اگر اینجوری آدم فکر کنه خیلی شاید فکراش به حقیقت نزدیکتره. به حال امسال سال خوبی باشه انشاءالله برای همه با فکرهای خوب. ببینید ما دلیلی نداره ادای کسی رو دراریم یا بخوایم کسی باشیم یا بخوایم اون چیزایی که مردم میگن رو حتما پرکتیس کنیم یا تمرین کنیم. ما خودمون باید باشیم. وقتی خودمون باشیم هرگز کسی نمیتونه شما رو اذیت بکنه، هرگز نمیتونه کسی به شما بی‌احترامی بکنه. هر چی میخوان، هر کی هر چی میخواد بگه، اصلا اهمیتی نداره. به نظر میرسه که اگر شما اون حقیقت خودتون رو انتخاب کنید و پیوسته به اون تمرین کنید، آدمی میشید که برای کشورتون، خودتون، خانوادتون و جهان سودمندید. و این به نظر مهمترین چیزیه که آدم میتونه تو کل زندگیش پیگیری کنه و بهش پایبند بمونه. حتی این حرف رو یه روز پاستور زده بود توی توصیه نامه‌اش، گفته بود همیشه از خودتون بپرسید من برای خودم چه کردم، برای خانوادم چه کردم، برای مردمم چه کردم و برای جهان چه کردم. من این حرف پاستور رو خیلی دوست دارم و حالا ایشون قبل از ما زده به یه نوع دیگه ای و من به نوع دیگه ایشو میگم. همیشه با خودتون فکر کنید که یه واقعیتی وجود داره و من به اون واقعیت پایبندم و اون واقعیت حداقل تعریفش اینه که برای همه خوبه و همون ادامه بدیم. و یه بحث ریز و دعوا و حاشیه و جنجالی نکنیم، خود زمان اون اتفاقی که میفته خودش واقعیت رو نشون خواهد داد. به هر حال سال خوبی داشته باشین، ان شاءالله که پر از خوشحالی، شادی و موفقیت باشه.